سخت خبره. میخوان یه عده تروریست رو از سوریه و جاهای دیگه بردارن بیارن منتقل بکنن به نقاطی که نزدیک مرزهای ماست، این غیر قابل قبوله. و هشدار روحانی به جمهوری آذربایجان و ارمنستان. رئیس جمهوری ایران به حضور شبه نظامیان سوریه در قره‌باغ اعتراض کرد. واکنش به شهرگردانی دستگیر شدگان جرایم اجتماعی در تهران. پلیس نقابدار بازداشت شدگان را در ملأ عام کتک زد. افزایش بی‌سابقه شمار قربانیان کرونا در ایران. 239 بیمار مبتلا به کووید 19 در یک روز جان باختند. سلام علیکم. کوچی احمد حسینم. همکارم بهم میگن حسین ترمزی. واسه که همش پام رو ترمزه. و ودا با خالق عروس فرنگی نصرت الله وحدت، بازیگر سینما و تئاتر ایران درگذشت. سلام، عصر چهارشنبه‌تون بخیر. 16 مهر برابر با 7 اکتبر. خوش آمدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نوبخت هستم. همزمان با 11 روز درگیری در قره‌باغ، رئیس جمهوری ایران به تندی به ورود شبه نظامیان کشورهای دیگر به این درگیری اعتراض کرد. حسن روحانی این افراد را تروریست خواند و گفت که ایران با آنها در سوریه، عراق و لبنان جنگیده. در روزهای اخیر گزارش‌هایی منتشر شد که شبه نظامیان ارتش آزاد سوریه که از حمایت ترکیه برخوردارند برای کمک به جمهوری آذربایجان وارد این کشور شدند. کامیز حسینی گزارش می‌دهد. 11 روز بعد از درگیری میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در قره‌باغ، دولت ایران موضع جدیدی در ارتباط با این مسئله اتخاذ کرد. موضعی که برای نخستین بار با اعتراضی جدی درآمیخته و بازتابی بود از نگرانی فزاینده تهران از یک درگیری نظامی مرگبار پشت مرزهای شمال غربی کشور. نکته بعدی که من میخوام بهش تاکید کنم مسئله امنیت منطقه است. منطقه ما موضع ایران در سخنرانی حسن روحانی در هیئت دولت تشریح شد. موضعی که بخشی از آن پیش از این هم گفته شده بود. از آن جمله مخالفت ایران با جنگ و آمادگی تهران برای میانجیگری و همچنین به رسمیت شناختن تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان که به معنای حمایت ایران از ادعای مالکیت باکو بر قره‌باغ است. اما در این حال آقای روحانی تاکید کرد که آسیب دیدن روستاهای مرزی کشور برای تهران قابل پذیرش نیست و آخر اینکه کسانی که دولت ایران آنها را تروریست می‌خواند نباید وارد این درگیری شوند. برای ما قابل قبول نیست و ما اجازه نمیدیم که در طول سالیان درازی که ما جنگیدیم شهید سلیمانی تو میدان بوده و جنگیده، برای اینکه تروریست رو در همونجا غل و غم بکنیم و تروریست ها در کنار مرز ما قرار نگیرن. در سوریه با اونها جنگیدیم، با در لبنان، در عراق مردم اونها و با ما هم اونها رو یاری کردیم، با اونها کمک کردیم. امروز اگر بنا باشه یه عده‌ای به بهانه هایی بخوان یه عده تروریست رو از سوریه و جاهای دیگه بردارن بیارن منتقل بکنن به نقاطی که نزدیک مرزهای ماست، این غیر قابل قبوله. این شبه نظامیان کسانی هستند که در 2 روز اخیر به شکل دور از انتظاری از خبرهای مربوط به درگیری قره‌باغ سر درآوردند. ارتش آزاد سوریه که در واقع شبه نظامیان مسلحی هستند که با حمایت ترکیه در حال جنگ با دولت مرکزی سوریه به رهبری بشار اسد هستند. گزارش‌های اخیر حاکیست که ترکیه از میان این افراد یک گروه مسلح 1500 نفری را به جمهوری آذربایجان ارسال کرده. این خبر که ابتدا توسط سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه منتشر شد، در گزارش رسانه‌های دیگر مانند روزنامه گاردین و همچنین نشریه فارین افرز نیز تایید شد. بر اساس گزارش فارین افرز تا امروز حدود 60 نفر از این شبه نظامیان نیز کشته شدند. مسئله حضور شبه نظامیان خارجی در قره‌باغ با مخالفت وزارت خارجه روسیه نیز روبرو شد.
هرچند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور در مصاحبه روز چهارشنبه به این موضوع اشاره نکرد و تنها خواستار آتش‌بس فوری و پایان درگیری در قره‌باغ شد. آقای پوتین در همین روز برای نخستین بار از آغاز درگیری با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان نیز تلفنی صحبت کرد. الهام علیف هم امروز در آخرین موضع‌گیری‌اش گفت که کشورش بعد از اتمام فاز حاد درگیری نظامی پای میز مذاکره با ارمنستان باز خواهد گشت. در مقابل نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان نیز به مجله تایم گفت که اگر ترکیه پایش را از درگیری کنار بکشد با آتش بس موافقت خواهد کرد. به گفته یک نهاد حقوق بشری در ارمنستان از آغاز این درگیری نیمی از جمعیت منطقه قره‌باغ آواره شدند. منابع نظامی قره‌باغ نیز اعلام کردند که تعداد کشته‌های این منطقه به بیش از 280 تن رسیده است. اگرچه برخی منابع مجموع کشته‌های این درگیری را تا امروز فراتر از 300 نفر تخمین می‌زنند، اما گفته می‌شود که احتمالاً تعداد قربانیان در میان نظامیان و غیر نظامیان دو طرف بسیار بیشتر است. کیوان حسینی، بی بی سی. جواد طالعی روزنامه‌نگار از بن آلمان با ماست. آقای طالعی، همونطور که در گزارش همکارم کیوان هم شنیدیم، آقای روحانی انتقاد کرده از این که جنگجویان سوری دارن می‌جنگن در حمایت از آذربایجان در نزدیکی مرزهای ایران. چه خطراتی واقعا ایران رو تهدید می‌کنه در این شرایط؟ ایران به لحاظ تاریخی از گذشته با آذربایجان مناسبات اغلب تیره ای داشته، هرچند به ظاهر تلاش میشه که این مناسبات مسالمت آمیز جلوه داده بشه و تنش ها پنهان بمونه، ولی ما میدونیم که بارها در مرز ایران و آذربایجان درگیری های مسلحانه بین نیروهای آذربایجانی و ایرانی اتفاق افتاده و طبیعتاً جمهوری اسلامی میتونه بیمناک اون باشه که در صورت توسعه نفوذ آذربایجان به ویژه از طریق نزدیکی با ترکیه که امری محرز هست امنیتش به خطر بیفته. این مسئله قابل توجیه هست و قابل درک هست. ایران به طور کلی به لحاظ استراتژیک در منطقه با روسیه نزدیک هست. اخیراً شایعاتی بر سر زبان‌ها افتاده که حتی سلاح‌های روسی از طریق ایران به قره‌باغ و ارمنستان میرسه و ما می‌دونیم که در تنازع یا درگیری بین ارمنستان و آذربایجان ترکیه جانب آذربایجان رو داره و روسیه جانب ارمنستان رو. مناسبات ایران هم با ارمنستان همیشه صمیمانه‌تر از آذربایجان بوده. اشاره کردید که ایران روابط تیره‌ای داشته سابقا با آذربایجان، ولی خب الان می‌بینیم که مثلا از دیروز خیلی حمایت‌های جدی می‌کنه ایران از جمهوری آذربایجان که خیلی‌ها به حساب تغییر موضع مشخص ایران گذاشتن. با توجه به اینکه آذربایجان روابط گرمی داره با اسرائیل، این تغییر موضع ایران رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ ارزیابی شما مشخصاً چیه؟ جمهوری اسلامی مقدار زیادی بیمناک گسترش نفوذ ترکیه هست. تا به حال جمهوری اسلامی و عربستان سعودی رقیب منطقی هم دیگه بودند، ولی در حال حاضر بین ترکیه و عربستان سعودی بر سر اخوان المسلمین مشکلات و اختلافاتی وجود داره. ترکیه پشتیبان اخوان المسلمین هست و مثل قطر و عربستان سعودی مخالف اخوان المسلمین است. ترکیه در لیبی هم سعی میکنه جبهه مقابل عربستان رو بگیره و به این ترتیب تلاش میکنه رجب طیب اردوغان که سودای عثمانی رو، سودای امپراتوری عثمانی رو زنده بکنه و جمهوری اسلامی بیمناک توسعه قدرت ترکیه از طریق آذربایجان هم هست. همه این فاکتورها میتونه باعث بشه که مقداری تلاش بکنه مناسبات خودش رو با آذربایجان به جایی نرسونه که اختلافات مثل گذشته تشدید بشه. همونطور که شما هم اشاره کردید، آذربایجان در این حال مناسبات گرمی با اسرائیل داره و حتی تا به حال چند بار ایران مدعی شده که در واقع اسرائیل از طریق آذربایجان در فکر نفوذ و برابری با ایران در منطقه هست. متشکرم از توضیحات شما جواد طالعی روزنامه‌نگار، با ما ممنونم.
نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. به دنبال بروز بحران سیاسی در قرقیزستان، رئیس جمهوری این کشور خواستار مشارکت همه گروه‌های سیاسی برای مذاکره و یافتن راه حل شده. پلیس در خیابان‌ها حضور ملموسی دارد و شهروندان در بعضی از محله‌های بیشکک پایتخت گروه‌های خودجوش برای جلوگیری از خشونت‌های احتمالی تشکیل دادند. چین و روسیه هم نسبت به اوضاع قرقیزستان ابراز نگرانی کردند. در مراسم اربعین در کربلا بین گروهی از معترضان و نیروهای امنیتی درگیری روی داده و حدود 50 نفر زخمی شدند. منابع امنیتی کربلا گفتند درگیری زمانی آغاز شد که گروهی از زائران که پلاکارد و تصاویری از کشته شدگان اعتراضات پارسال در عراق در دست داشتند، سعی کردند وارد حرم حسین ابن علی امام سوم شیعان شوند، اما ماموران محافظ حرم جلوی آنها را گرفتند. دادگاهی در یونان یک حزب راستگرای افراطی به نام طلوع طلایی را رسماً سازمانی تبهکار توصیف کرد. رهبر این گروه و عده‌ای از اعضایش در دادگاه مجرم شناخته شدند. 7 نفر از افراد قبلاً نماینده مجلس یونان بودند. دادگاه عده‌ای از هواداران این سازمان را هم به ظن دست داشتند در قتل یک رپر چپگرای مخالف این گروه به نام پائولوس فیساس مجرم شناخت. اجرای طرح گرداندن متهمان به شرارت در خیابان‌های تهران و بعضی از شهرهای دیگر ایران واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی داشته. همزمان مجیر میر احمدی از مقامات ستاد کل نیروهای مسلح گفته که این اقدام در جهت خواسته رهبر ایران برای خشکاندن ریشه ناامنی در جامعه است، آنطور که گفتند، و بر اساس طرح مصوب شورای امنیت کشور برای مبارزه با به گفته او اراذل و اوباش انجام می‌شود. بحث بیشتر می‌کنیم در این باره. اول یکی از ویدیوهایی رو ببینیم که یکی از شما بینندگانمون برای ما فرستادید. اینجا خیابون جمهوری پل حافظ یکی از تقاطع پر رفت و آمد خیابون جمهوری هست که چند تا بیمارستان هم سمت پایین هم سمت بیمارستان هست که باعث ترافیک شد. به خاطر چرخوندن چند تا عرض را داشت، جایی که برم مفاسد اقتصادی رو بگیرم و اون دوزای که فساد اقتصادی من بگیرم، چند تا عرض را داشت رو بودن و خیابان بند رو بودن. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری از تهران با ما هستن. آقای آقاسی، خوش آمدید به برنامه. برخورد این چنینی با بازداشتی ها، حالا چه متهم باشن یا چه مجرم شناخته شده باشن، چقدر از نظر قضایی این برخورد درسته؟ بر اساس اصل 39 قانون اساسی تصریح شده که هر گونه اقداماتی که منجر به هتک حرمت و حیثیت کسی بشه مجاز نیست و کسانی که مرتکب این عمل بشن، حالا چه نسبت به کسانی که به حکم قانون دستگیر شدن یا به هر علتی در اختیار مأمورین هستن، قابل تعقیب و مجازات هست. در ماده 579 قانون مجازات اسلامی که در سال 92 قانون تعزیرات که در سال 1375 تصویب شده، تصریح داره که اگر مأموری احیانا کسی رو سخت‌تر از مجازاتی که براش تعیین شده یا بدون حکم مورد آزار و اذیت قرار بده، این قابل تعقیب هست و اگر که به دستور کسی این کار انجام داده باشه، اون کسی که این دستور رو داره قابل مجازاته. فقط پیش بینی شده که اگر که احیانا در این در واقع ایراد صدمات جرمی اتفاق بیفته و یا شکستگی و یا عملی که موجب قصاص هست، اون مأمور هم که آمر این کار انجام داده حتی اگر به دستور یک مقام قانونی هست، او هم قابل مجازات هست. بنابراین این اعمال بدون تردید عمل مجرمانه هستش. در هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی، نه اون که در سال 75 تصویب شد و نه اون که در سال 92 اون قسمتش تصویب شد، اجازه داده نمیشه که کسی رو مأمور به جز اون چه که در مجازات هست که یا شلاق هست و یا حبس هست، نوع دیگری مجازات کنه. من بخشی از این کلیپ ها رو که دیدم، کسی رو با کفش دارن تو سرش میزنن
و بنابراین این عمل عمل کاملا مجرمانه هستش. از نظر دیگه، حالا برخورد با مأمور که خب یک فرده، از نظر اینکه بالاخره یه جوری ترویج خشونت در جامعه به صورت علنی در ملأ عام دارن خشونت انجام میدن علیه یک سری آدم، این از نظر حقوقی به چه معناست این کار؟ عنایت بفرمایید، به لحاظ علوم اجتماعی هم بارها این مطلب منتشر شده، گفته شده، مطرح شده که مجازات افراد در ملأ عام میتونه تشویق بکنه افراد را به خشونت و همون چه فرمودی ترویج خشونت، و متاسفانه در قانون ما چیزی نداریم که این مسئله رو تفسیر کرده باشه. قانون در واقع نتیجه عملی که عمل نادرستی هست رو مجازات میکنه و ممنوع میکنه. اما خاطرتون باشه، اجازه بدید من اینجا عرض بکنم، در حدود 10-12 سال پیش به یکی از کنونتری ها من مراجعه کردم. رئیس کنونتری وقتی که فهمید من وکیل دادگستری هستم، آلبومی را باز کرد و عکس‌هایی رو نشون داد که کسانی مرتکب خشونت در جامعه می‌شدن، جلوی زن و بچه مردم رو می‌گرفتن، کسبه محل رو آزار و اذیت می‌کردن، و این ناراحت بود از اینکه چرا این افراد وقتی دستگیر میشن با مجازات سبکی آزاد میشن. اما من بهشون توصیه رو عرض کردم و الان اینجا اینو مطرح می‌کنم که عزیزان دقت داشته باشن این روی انتظامی، که باید مجازات رو قانون تعیین بکنه، نه افراد، که این هرج و مرج رو نتیجه خواهد داد. اگر که شما ناراحتید یا عصبانی هستید، از مجاری قانونی بخواهید که مجازات این افراد تفاوت بکنه، تغییر بکنه، اما اینکه خودتون مجازات بکنید این کار غلطی هست و مایه هرج و مرج خواهد شد. متشکرم از توضیحات شما محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری از تهران. ممنونم. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. حسن روحانی میگوید ایران حضور شبه نظامیان سوریه در قره باغ را تحمل نمی کند. پلیس نقابدار ایران بازداشت شدگان جرایم اجتماعی را در ملأ عام در تهران کتک زدند. در ادامه برنامه. سلام علیکم، خوشی احمد و حسینم، همکارم بهم میگن حسین ترمزی، واسه که همش پام رو ترمزه. نصرت الله وحدت، بازیگر سینما و تئاتر ایران درگذشت. آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران امروز افزایشی بی سابقه داشته. به گفته وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 239 بیمار مبتلا به کووید 19 جانشان را از دست دادند و بیش از 4000 بیمار هم شناسایی شدند. با وخیم‌تر شدن وضعیت شیوع ویروس در تهران پایتخت، دولت به فکر اجباری کردن ماسک افتاده. با طرحی به نام ماسک از خانه تا خانه که قرار است فعلا در تهران اجرا شود. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. بحران کرونا در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود. حالا آمار روزانه مبتلایان شناسایی شده مدتی است که رکورد شکانده. پاییز امسال آغاز افزایش بی‌سابقه موارد ابتلای روزانه بود و نیمه دوم مهر ماه نخستین بار در 8 ماه گذشته که آمار روزانه وزارت بهداشت از تعداد مبتلایان از 4000 نفر فراتر رفت. روندی که بیم آن می‌رود ادامه دار باشد. نکته آن که آمار رسمی وزارت بهداشت نشان می‌دهد که شمار موارد بستری شده در بیمارستان‌ها هم به بالاترین سطح از آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران رسیده. تشدید بحران کرونا در هفته‌های اخیر در ابعاد جهانی هم مورد توجه قرار گرفته، تا جایی که دولت آمریکا درباره وضعیت ایران ابراز نگرانی کرده و دوباره به دولت این کشور پیشنهاد کمک داده. ایالات متحده از بدتر شدن وضعیت کووید 19 در ایران نگران است و ما بار دیگر پیشنهاد کمک خود را تکرار می‌کنیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با یادآوری وضعیت زندان‌های ایران گفته: ما در همصدایی با درخواست شورای حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های ایران می‌خواهیم که فوراً تمام زندانیان سیاسی را از زندان‌های پر ازدحام و در وضعیت غیر بهداشتی آزاد کنند. در این شرایط بحرانی اما جان شهروندان ایران موضوع جدال سیاسی مسئولان جمهوری اسلامی شده. این رئیس مجلس است، پریروز در بیمارستان امام خمینی تهران. رئیس بیمارستان تلاش میکند بگوید که ورود به بخش کرونا خطرناک است، اما آقای قالیباف اصرار به بازدید دارد. حرکتی که بسیاری از طرفداران آقای قالیباف آن را نشانه شجاعت او میدانند،
اما مخالفانش میگویند اقدامی سیاسی و برندسازی شخصی است برای انتخابات ریاست جمهوری 1400. خداوند به ما عقل داده، خداوند با عقل ما موظفیم حفظ جان. و این پاسخ امروز رئیس دولت به کار رئیس مجلس. کسی نمیتونه بره وسط مسیل وایسته صدای سیلم داره میشنوه، بیا میترسی وسط رودخونه وایسی؟ خب نه ترس، وایستا تو آب بیاد ببردت. آقای روحانی جلسه سران قوا را هم که قرار بود دیروز با حضور رئیس مجلس برگزار شود لغو کرد. وضعیت قرمز و هشدار در 30 استان از 31 استان ایران تداوم دارد و حالا با تعطیل شدن بخشی از پایتخت عده‌ای تصمیم گرفتند به مسافرت بروند. دیروز فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا و استاندار تهران در نامه مشترک به وزیر کشور خواستار اعمال محدودیت‌های جدید برای کاهش سفرهای غیر ضروری شدند. تعطیلات آخر هفته در حالی فرا می‌رسد که بسیاری در هفته‌ای که گذشت برای کار و فعالیت روزانه مجبور به تردد در پایتخت بودند. خطر شیوع ویروس در وسایل حمل و نقل عمومی مانند مترو و اتوبوس بالاست. به همین خاطر وزارت بهداشت مدت هاست پوشیدن ماسک را در مترو اجباری کرده. حالا از روز شنبه پوشیدن ماسک در سطح شهر هم اجباری می شود و به نظر می رسد وزارت بهداشت دیگر در این باره جدی است. ما لااقل می خواهیم رو مسئله ماسک از خانه تا خانه، کسی که از خانه خارج میشه با ماسک برمیگرده خانه، این به عنوان یک اصل مهم مورد تاکید قرار بدیم. اما نکته این است که ماسک معجزه نمی کند. بسیاری از تهرانی ها مترو سوارند. تازه ترین آمار نشان می دهد که شمار تردد روزانه مترو سواران در تهران به مرز 1 میلیون نفر نزدیک شده. محدودیت ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت باعث شده در ساعت‌های شلوغ فاصله اجتماعی مسافران به کمتر از 1 متر برسد. شرایطی که پوشیدن ماسک را در عمل بیفایده می کند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. و یک خبر دیگر درباره شیوع ویروس کرونا این است که برای میلیاردرهای جهان شیوع این ویروس چندان هم بد نبوده. یک مطالعه نشان داده که ثروت این افراد در فاصله ماه‌های آوریل تا ژوئیه امسال، یعنی حدود 4 ماه، 25% بیشتر شده. گزارش بانک سوئیسی UBS نشان می‌دهد که تعداد میلیاردرهای جهان کمی بیشتر شده و حالا به حدود 2200 نفر رسیده. جف بزوس، مالک شرکت آمازون، همچنان در صدر لیست است. نصرت‌الله وحدت، بازیگر سینما و تئاتر ایران، دیروز در 95 سالگی درگذشت. دلیل مرگ او کهولت اعلام شده. او کار هنری را از 18 سالگی در اصفهان آغاز کرد و تا انقلاب ایران در بیش از 40 فیلم ایفای نقش کرد. از کارهای معروف آقای وحدت میتوان از عروس فرنگی و یک اصفهانی در نیویورک نام برد. فیروزه اکبریان گزارش میدهد. اما خب 57 طبقه بریم پایین غذا بخوریم، دوباره 57 طبقه بیایم بالا، دوباره گشنه‌مون میشد که. تبحرش خنداندن مردم بود. اهل اصفهان بود و کارش را در اواسط دهه 20 و در 18 سالگی با تئاتر المپ در همین شهر شروع کرد. از او به همراه رضا ارهام صدر به عنوان پایه‌گذاران تئاتر مردمی اصفهان نام می‌برند. در زادگاهش خوش درخشید. به واسطه همین هم پایش به تهران باز شد. اول به تئاتر. اجرای تئاترهای طنز در تهران شهرتی برای او به ارمغان آورد. آوازه اش به گوش فیلم سازان رسید و به روال معمول بر پرده نقره‌ای ظاهر شد. خورشید می درخشد اولین فیلمش بود. ساخته شده در سال 1335. فیلم داستان خانواده ای را روایت می کند که بار و بندیلشان را می بندند و به امید زندگی بهتر و مرفه تر راهی تهران می شوند. سلام علیکم. کوچیک احمد حسینم. همکارم بهم گفتن حسین ترمزی. اما شاید گل سرسبد فیلم‌هایش عروس فرنگی باشد. محصول سال 1343. فیلمی که او هم نویسنده اش بود، هم کارگردان و هم بازیگر. وحدت در این فیلم نقش یک راننده تاکسی به اسم حسین ترمزی را بازی می‌کند.
فقیر است و به همین دلیل نمیتواند با نامزدش ازدواج کند. چرا؟ یک میدان بزرگ هست؟ تا اینکه روزی مسافری فرنگی را سوار میکند و پیچ و تاب‌های داستان شروع میشود. عروس فرنگی اولین فیلم ایرانی است که موفق به دریافت جایزه دلفین طلایی شد. خودش گفته این جایزه را به موزه سینما اهدا کرده. شما رفتیم مسافرخونه و دخنش رو بردون آوردیم؟ نصرت الله وحدت پیش از انقلاب پرکار بود. هم بازیگری کرد، هم کارگردانی. فهرستی بلند بالا دارد از بیش از 40 فیلم. اما اگه به جای یه پسر خوب، یه پسر خول دیوونه ولی پولدار پیدا بشه، دخترتونو بهش میدین؟ بله که میدم. از جمله شوهر پاستوریزه، زندگی وارونه و دو دل و یک دلبر. بخوش میرم. آقای وحدت با کمدی هایش در دل خیلی ها جا باز کرد. اما منتقدانی هم دارد. کسانی که میگویند فیلم‌هایش به مرور از کمدی‌های خانوادگی به آثاری پر از شوخی‌های بی‌پروای جنسی بدل شد. هرچه بود، او هم مثل خیلی از همنسل‌هایش پشت در انقلاب ماند. آثار بعد از انقلابش محدود شد به تک و تو کارهای تئاتر، از جمله اجرای تئاتر مشکل آقای شریف در تهران. سه نمایش هم در خارج از ایران داشت. نهار لعنتی در سال 72، کلاف سردرگم در آمریکا و در نهایت ماه عسل، داستان یک اصفهانی در لس آنجلس. یکی از آخرین حضورهایش در مجامع عمومی شرکت در مراسم ترحیم ناصر ملک مطیعی بود، هنرمند هم نسلش. حدود 3 سال پیش در آنجا در یکی از معدود مصاحبه‌هایش بعد از انقلاب از آرزویش گفت. اینکه بتونم جلو دوربین فیلم برداری برم، این آرزومه و دلم علی که برم کف صحنه تئاتر، خاک صحنه تئاتر رو بخورم خوشحال میشم. نصرت الله وحدت دیروز در 95 سالگی به علت کهولت درگذشت. آرزویش هم در حد آرزو ماند. جانی نش، خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی، در 80 سالگی درگذشت. برنامه رو با قسمتی از ترانه حالا میتوانم خوب ببینم به پایان میبریم که نام جانی نش رو جاودانه کرد و زمانی او را صدرنشین جدول ترانه‌های پرطرفدار و پرفروش در آمریکا کرد. I can see clear.